نام یاد خدا و ذکر یا ذوالجلال و الاکرام برنامه امروز آغاز میکنیم. به نام خدای بخشنده و مهربان و سبد سبد گلواجه های سلام و سلامتی را تقدیم حضور شما هموطنان عزیزم و هر کسی که بیننده برنامه هست میکنم از برنامه روشن. امیدوار هستم که جور و سعادتمند و پیروز و موفق باشین و در کنار اعضای خانواده محترمتان در یک فضای پر از صفا و صمیمیت بهترین زندگی را داشته باشین. عزیزان بیننده، امروز هم همراه شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا. بله، اما راستی امروز وقتی که یک سر مطالعه میکردم در رابطه با موضوع برنامه، به یک موضوعات بسیار زیبای رسیدم و او است که خواهران، برادران، پدران عزیز، مادران عزیز، به موضوع پی بردین که همه ما مدیر هستیم. بله، همه ما مدیر هستیم. شما پدر عزیز شاید وظیفه و کار دیگه داشته باشی، ولی مدیرم هستی. شما مادر، بله میفهم که داخل خانه کار داری، زندگی، پخت و پز، اولاد داری، تربیت طفل و بسیار کارهای دیگه، ولی اینه بفهمین که مدیر هم هستیم. خب حالا فکر کنیم که مدیر چی هستیم ما؟ شاید وظیفه دیگه یا کار دیگه داشته باشیم، ولی در عین حال ما مدیر هم هستیم. بله، مدیر ذهن خود ما، مدیر رفتارهای خود ما، مدیر از این که ما چه قسم احساسات خود ما را، استرس های خود ما را، استراب های خود ما را کنترل کنیم. مدیر عزیزی هستیم که چه قسم بتانیم ذهنیت خود ما را، زمان خود ما را و همه مسائل های فردی، خانوادگی و اجتماعی خود ما را مدیریت کنیم. پس ما و شما همگی مدیر هستیم در زندگی و چقدر زیبا هست که بیاییم و مهارت های او را در زندگی یاد بگیریم تا اینکه که بتانیم هم لحاظ فردی، هم لحاظ خانوادگی و هم لحاظ اجتماعی مدیریت صحیح داشته باشیم و بتانیم زندگی خود را پیش ببریم. پس هر انسانی اگر میخواید که موفق باشه و یک مدیر موفق باشه، باید مهارت‌های او را یاد بگیرم. بعد بفهمه که چه قسم بیاید در زندگی مدیریت داشته باشه. عزیزان بیننده، همراه شما عزیزان هستیم در برنامه روشنا و کارشناس محترم برنامه را دعوت میکنیم به استودیو تشریف بیارن. همچنان بیننده برنامه خودتان باشین. سلام و توصیه های امروزمون خوش آمدید. با شنیدن و عمل به این توصیه ها زندگیتان را سرشار از محبت و موفقیت کنید. موضوع استحکام خانواده. خانواده بنیادی ترین نهادی است که وظیفه تربیت و سازندگی افراد را بر عهده دارد و اگر افراد نتوانند خانواده را تحکیم بباشند، نمیتوانند به اهداف متعالی خود برسند. پس چه کنیم خانواده ما استحکام داشته باشه؟ رمز اول، رشد و آرامش داشته باشه. چیزی که در خانه و خانواده های ما دیدن نمیشه، رشد و آرامش است. خانه‌ای که در آن آرامش است، رشد هم هست. و اگر در خانه آرامش باشد ولی رشد نباشد، آن خانه همانند مردار است. و این آرامش به دستان پدران و مادران ایجاد می شود. نقش همسران نقش مهم در آرامش بخشیدن است. هر کس با هر عملی آرامش خانواده را بگیرد، از مدار الهی خارج و در خط شیطان است. رابطه زن و مرد باید بر اساس مودت و رحمت باشد تا تداوم آرامش و به دنبال آن رشد در زندگی و خانواده ایجاد شد. آرامش خانواده با بدرفتاری، عصبانیت های همیشگی، تحقیر و توهین و تنبلی از بین می رود. پس مراقب آرامش خانواده و اعضای خانواده خود باشید. آرامش یعنی استحکام خانواده. رمز دوم، بین خود و خانواده تان روابط و پیوند عاطفی ایجاد کنید. عوامل گوناگونی موجب آسیب دیدن پیوند عاطفی خانواده شده و انسجام آن را به مخاطره می‌اندازد. یکی از عوامل اثرگذار بر گسستگی انسجام خانواده،
گسترش رسانه های جمعی به استفاده افراطی و زیاد از حد از آن است، مانند استفاده بیش از حد از موبایل و غیره. رسانه های جمعی و تدریج جای ارتباط بین افراد را از نوع چهره به چهره گرفته و توانستند فضای انفرادی را و جای فضای جمعی و اجتماعی خانواده حاکم کنند. ارتباط بین فرزندان و والدین و ارتباط بین زن و شوهر در استحکام خانواده مهم است. تجربیات نشان می‌دهند که هر اندازه ارتباط میان فرزندان و والدین و همچنین ارتباط میان همسران به دلیل مصرف بیش از حد از رسانه‌ها کاهش یابد، فاصله عاطفی و هیجانی و همچنین فاصله شناختی میان اعضای خانواده بیشتر می شود و در نتیجه استحکام خانواده از بین می رود. همیشه با ما و توصیه‌های طلایی همراه باشید. بله، خوش آمدید میگم به شما عزیزان و جا داره قبل از اینکه گفتگو و صحبت شروع کنیم یک تشکری کنم از عزیزانی که با ما در ارتباط هستن، پیام های صوتی ارسال میکنن یا به هر حال پیام های خودشان را برای ما رایی میکنن و از طریق نمبر واتساپی ما میتونن با ما در ارتباط باشن. مثبت 964-780-255-413 نمبر ما هست، میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین و همچنین میتونین از طریق فضاهای مجازی ما را دنبال کنین، از طریق یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و به هر حال فضاهای مجازی که شما عزیزان حتما در جریان هستی از این طریق میتونین ما را دنبال کنین. اما در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، خواهر خوبم خانم سجادی، و میخوایم در رابطه با مدیریت زمان و برنامه ریزی صحبت کنیم. مدیریت زمان که چقدر در زندگی ما و شما عزیزان ارزشمند هست. خانم سجادی سلام، بسیار خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما خانم ظهوری عزیز و بینندگانی که از سابق همراه ما بودند و کسایی که نو به جمع ما پیوستند و تمامی عوامل و دستاندرکاران این برنامه که زحمت کشیدن چنین برنامه رو تدارک دیدن. زنده باشین. انشالله که روز یکشنبه خوب و خوشی را آغاز کرده باشین و انشالله روزهای آینده هم به خوبی و خوشی سپری بشه انشالله. انشالله، بسیار زیاد تشکر. اما خانم سجادی، مدیریت زمان در بین قدر مدیریت هایی که ما داریم، حالا بله، خب انواعش گفتیم، گاهی وقتا مثلا ما مدیریت ذهن داریم، مدیریت بله، استرس ها، هیجان ها، رفتار ها، اخلاقیات، همه این موضوعات انسان باید اونا را مدیریت کنه. اما بله، در بین کل این موضوع به هر حال چیزی که در زندگی بسیار ارزشمند است و باعث استحکام بخشیدن اون میشه مدیریت زمان هست. احسن. میخواییم در این مورد بیشتر برای ما صحبت کنیم. تشکر از مقدمات شما، اینکه بینندگان رو همراه کردین که درباره چه مبحثی انشاءالله امروز میخواییم صحبت داشته باشیم. همونطور که خانم ظهوری شما فرمودید، یکی از مهارت‌هایی که ضرورت پیدا میکنه که همگی ما مثل دیگه مهارت‌ها، مهارت مدیریت استرس، مهارت کنترل خشم، مهارت ارتباط با دیگران، اینکه نسبت به او بی توجه نباشیم، مهارت مدیریت زمان و بله، برنامه ریزی هست. من برنامه را همراه یک سوال شروع می کنم. بله. اینکه آیا در اطرافیان خودمان کسانی رو دیدیم که میگه من هیچ وقت پیدا نمی کنم؟ با وجود که بیکارم هست. بیکارم هست، وقتم پیدا نمی کنه بله، کارهای خود انجام بده. درست. و از این طرف نگاه برمیگردانی میبینی که یک کسایی هستن که کارهایی که شاید ما در یک ماه انجام بدیم آنها در عرض یک هفته انجام بدهند. بله. خب چطور میشه که بعضی افراد وقت کم میآورند و به هیچ کار خود نمیرسن و بعضی از افراد کار یک ماه را شاید در یک هفته انجام بدهند؟ بله. این به چه قسم میشه؟ آیا 24 ساعتی که برای این یک شخصی که کار یک هفته انجام میده مال یک ماه را، آیا این روزش 28 ساعت هست؟ یا اون کسی که وقت کم میاره 24 ساعتش 10 ساعت هست؟ طبیعتاً پاسخ سوال ما یکی است. بله. که هر دوی اینها 24 ساعت در بله، شب هر دو یک زمان در اختیار دارن. بله. بله. هر دو یک زمان در اختیار دارن. فقط تفاوتشان در این است که نوع استفاده کردن از وقتشان فرق میکنه، تفاوت درست میکنه. یکی هست وقتش رو به نحوی استفاده میکنه بیشترین
استفاده را ازش میکنه، برنامه ریزی میکنه، به کارهای مهم و ضروریش میپردازه. ولی یک کسی هست نه، میگه خب حال ببینیم دیگه از هوا چی میشه، خب حال ببینیم که شب چی برنامه میشه، اگه نشد من اون کار را انجام میدم. پس یکی از تفاوتهای اساسی افراد موفق و افرادی که کامیاب نیستن در زندگیشون، بله، همین نحوه استفاده کردن از وقتشون، وقت و زمان است. یک ضرب المثل همه ما شنیدیم، بله، کم در کسی است که نشنیده باشه، که میگه وقت تلاست. تلاست، احسنت. همین که یا که کار امروز را به فردا مینداز. آفرین. یکی شنیدیم وقت تلاست. خب در ذهن ما از این جمله ای برمی آید که وقت بسیار ارزشمند است. اما آیا این تمثیل درستی است که وقت تلاست؟ ما با سوالات پیش میریم. آیا اون کسی که حال تلاجاتی داره یا زیورالات قیمتی داره؟ بله. اگر زیورالات و اون طلای گرانبهای خود از دست بده، آیا قابلیت جبران اون امکان نداره؟ آیا امکانش نیست که او دوباره طلا خریداری کنه، پس انداز کنه، تلاش و کوشش بسیار کنه و او طلاها رو دوباره تهیه کنه؟ میتونه. بله. میتونه با تلاش کنه، کوشش کنه، باز رو دوباره به دست بیاره. یا اینکه اگر او رو از دست بده، شاید او طور زندگی از او دوچار مشکل نشه. بله. یا مختل نشه. براش قابل تحمل شاید باشه. دیگه. بله. شاید ممکنه که معاشش کمتر باشه. حالا مثلا بله. اگر اصلا او ارتزاق میکرده وظیفش بوده، یا به هر حال پسندازی بوده، اما براش قابل تحمل هست از دست دادن این طلا. و امکانی که دوباره ای رو باز پس تولید کنه. بله. و جمع‌آوری کنه، طلا بخره یا زیورالات قیمتی بخره، براش موجود هست. حالی تمثیل میخواییم برگردیم به وقت. آیا وقت طلا هست؟ وقتی که از دست رفت، آیا ما میتونیم برگردانیم وقت رو؟ نه دیگه، زمانی که رفت دیگه خلاص شده، از دست رفته. زمانی که از دست ما خلاص شد دیگه، خلاص شد دیگه. شما نگاه کنید، اگر که بینندگان عزیز ما از هر گروه سنی ممکنه باشه، ممکنه مادری باشه که 30 ساله باشه، پدری باشه که 40 ساله باشه، طفلک خردی باشه که 5 ساله باشه، جوانی باشه 20-25 ساله باشه، یا حتی پدر کلان و مادر کلانی باشه که 60-70 ساله باشه. بله. خب ببینید، آیا از ابتدای زندگی یک شخصی بوده که 60 ساله متولد شده؟ یا من یا شما خانم ظهوری عزیز، همین ابتدا که الان در این سنین هستیم، آیا بله. از ابتدای زندگی همین انسانه؟ همین شکل و شمایل و با همین سن بودیم؟ نه خیر. بله، جواب ما همیست که این سن نبودیم. بله. از نوزادی به کودکی، از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، تا ای که به سن کهولت و پیری میرسه. و او کسی که به سن کهولت میرسه و پدر کلان و مادر کلان میشه، میگه که او یک وقتای من رقم تو بودم. بله. نشان میده که عمر ما در گذر گذره. هست. یعنی اگر یک نفر مثلا کودک هست نی؟ بله. میایه نوجوان بشه، جوان میشه. بله. از جوانی هیچ وقت پس نمیره کودک شده. بله بله. یعنی او زمان بر نمیگرده. بله. به همون روال طبیعی خودش پیش میره. پیش میره. زمانی که از ابعاد ماده هست، هر چیزی که مادی باشه، موجود مادی باشه، حتما در ظرف زمان انجام میشه. یعنی مثلا ما انسان ها اگر که یک موجود مادی هستیم، ما هم در ظرف زمان هستیم. یعنی در یک قالبی هستیم که هم جسم داریم، هم زمان از ما سپری میشه. یعنی از کودکی به نوجوانی، نوجوانی به جوانی، همینطوری که آخر عمر ما خلاص میشه. یک شاعر بسیار زیبا میگه، میگه ای جوانی، ای کاش که برگردی ای جوانی، که تا به تو میگفتم که پیری با من چه کرده. این نشان میده که زمان و عمر ما در حال گذر هست و افسوس میخوریم ما اگر خدای نکرده در غفلت، در غفلت به سر ببریم. بله. اون وقتی باعث یعنی قابل جبران نیست. بله. اگر ما توجه نداشته باشیم به که این زمان و این عمر ما چقدر ارزشمند هست، بله، و ای که او رو ما به غفلت بگذرانیم، فردا روز دچار
افسوس خواهیم شد که انشالله همه بینندگان عزیز از جمله من و خود شما انشالله متوجه این نعمت بزرگی که خدا در دستان ما قرار داده باشیم و به بهترین نحو استفاده کنیم. خداوند به ما نعمات بسیاری داده، دست به ما داده، گوش به ما داده، پا به ما داده، چشم به ما داده، هر دنیا رو میگردانی میبینی که نعماتیست که خداوند از در و دیوار برای ما آفریده که ما به بهترین نحو استفاده کنیم. و اسفا که اگر که ما از این نعمات به او شیوه درست استفاده نکنیم. ما علاوه بر این که در زندگی روزمره خودمان، در تحول زندگی خودمان میبینیم که زمان و عمر ما در حال سبقت گرفتن و گذر کردن هست، در آیات و روایات هم از ارزش زمان و وقت صحبت شده. در سوره هایی داریم، در آیه هایی داریم که قسم خورده شده به از قسمت هایی از شب و روز و لیل، قسم به شب و العصر، و العصر قسم به عصر، به زمان. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان که قرآن در آن نازل شد. و انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر. اینها همه از ارزشمندی زمان و مکان. اینجا خاصتاً ارزشمندی زمان رو داره میگه که شما استفاده کنید از ماه رمضان که قرآن در آن نازل شد. بله. اینکه قرآن در آن نازل شد، شما چقدر ثواب میکنید در این زمان ماه رمضان، فرض مثال. یا شب جمعه، ای که روایت های اومده شب جمعه چی دعاهای تذکر داده شده که ما بخوانیم و استفاده کنیم از اونها. پس علاوه بر این که در زندگی خودمان توجه میکنیم که زمان در حال گذر هست، اهمیت شما توی آیات و روایات هم داریم. حضرت علی علیه السلام درباره زمان میگه وقتی که زمان داره در حال گذر هست، داره پاره از عمر تو میره. یعنی اگر که من روزی که متولد شدم خدا بر من 1000 روز عمر داده باشه، درست، من 1 دقیقه بعد 1 دقیقه به مرگ نزدیک‌تر شدم. 1 دقیقه از عمر من دستم رفته. پس ببینیم این دقیقه‌های زندگی ما در کدام راه صرف میشه. این که آیا ما این راه در راه بندگی خدا استفاده میکنیم، بله، یا این که در راه شادی و خوشنودی شیطان داریم استفاده میکنیم. یعنی خانم سجادی، ما هر لحظه و هر آنی که از زندگی ما میگذره، بله، پاسخگوی او هستیم. بله. درستی که ما او زمانهای خدا، او وقت خدا را در چه راه داریم خرج میکنیم، بله، و چه قسم و چگونه میتونیم از او لحظات و زمانهای استفاده کنیم. بله. برای تمام از اینها، علاوه بر از اینکه باید مدیریت داشته باشیم، به خاطر اینکه ما باید پاسخگو هم باشیم. بله. که چه قسم گذراندیم ما. بله، دقیقا نمی گپ شما. ما میپردازیم که حالا چرا ما باید برنامه داشته باشیم اینقدر که وقت و زمان اهمیت داره. بله. در سیر تحول زندگی ما در آیات و روایات ذکر شده. خب ما چرا، چه ضرورت داره که حالا ما برنامه ریزی کنیم که انشالله باز بعد از میان برنامه به قسمت میپردازیم. خب ببینید، اینقدر وقت و زمان در نگاه ائمه ما و اولیای الهی ارزشمند بودن که در روایت داریم که افسوس میخوریم از این که من تعجب میکنم از این که مردم درهم و دینارشان از دست میخورن و غصه‌ناک میشن و اندوهگین میشن. چرا اندوهگین نمیشن وقتی که غروب شد، وقتی که روز داره خلاص میشه، بگه امروز من به چه حال گذشت؟ راست میگه خانم سجادی. بله. واقعا نکته خیلی مهم است. بله. ما اگر یک پیسه ما یک چیز را دست بتیم، چقدر جگرخون میشیم. بله. وای خدایا، مثلا این چرا دست ما رفت، چطور شد؟ و با وجودی که شاید دوباره به دست ما پس بیاید. بله. ولی برای زمان خود هیچ وقت اندوهگین نیستیم، هیچ وقت غم نمیخوریم. بله، طبیعتاً ما نسبت به دارایی هایمان خیلی حساس هستیم، بسیار حساسیم که دستگیرهای در حتما بسته کنیم، خدای نکرده یک کسی سرقت نکنه، موترمان در کوچه اگه میمانیم، اگه در سرک میمانیم،
حتما یک جایی باشه که امن باشه. بگم اگه دماین سرک تیر میشم یک قسمی بگیریم که کسی رو دوزی نکنه. هر چیزی از وسایل ما اگه دقت کنیم زیاد کوشش میکنیم که در معرض خطر نباشه. بله. اما نسبت به زمان این احساس متاسفانه نداریم. این که احساس کنیم این وقت ما که داره امروز میگذرد دزد وقت ما نداشته باشم. یک عالمی بود که پسرش همراه عروسش به خانهشان تشریف آوردن و آمدن که تبریکی، نمیفهمم عید بود یا صله رحم بود، کلانترشان بود، آمد به خانه پدرشان. پدرشان چند دقیقه همراهشان نشستند، گفتگو کردند و بعد از دقایقی برخواستند و رفتند به اتاق دیگری. بله. و این پسر از مادرشان پرسید، عروس پرسید پدرجان کجاست؟ گفتم پدرجانت آل وقت نماز اول وقتش هست. خب رفت نماز خود بخونه و بیایه به خدمت شما. صله رحم، دید و بازدید و بسیاری از کارهای ما خیلی ضرور و مهم هستن در نزد ما. اما یادمون باشه که کارهای ضرورتر ما فدای کارهای غیر ضرورتر یا ضروریتش نسبت به اون ضروریات اولا کمتر نباشه، از دست ندیم. درست. پس این از جایگاه اهمیت و حساسیت به خرج دادن نسبت به اینکه وقتمون رو چگونه مصرف کنیم. وقتی من برای کسی 10 دقیقه زمان میگذارم، یعنی دارم قسمتی از عمر خودم به او تقدیم میکنم. بله. خب حالا ما نسبت به اینکه چرا باید برنامه ریزی داشته باشیم، چه ضرورت داره که من حالا این وقت و عمرم متوجه شدم بسیار مهم هست. بله. مدیریت همون برنامه ریزی میشه دیگه. بله. مدیریت همون برنامه ریزی میشه. یعنی یکی از راه های مدیریت میشه برنامه ریزی. مدیریت و برنامه ریزی معادل هم در عرف استفاده میشه. کنار هم هستن دیگه. حالا بله. لازم. بله. در ذهن تداعی میشه که مدیریت همون برنامه ریزی هستش. خب ببینید اگر یک کسی خب خانم سجادی ببخشیم من صحبتاتون رو قطع کردم. بله. شما چون گفته بودین که مبحث بعد از میان برنامه باز بله. میکنین درست؟ بله. خب پس حالا ما یک میان برنامه بریم و بعد از او باز بیم باز کنیم مبحثی که مدیریت زمان و برنامه ریزی باید چگونه باشه. بله. بسیار عالی. خب از آن بیننده وقفه میگیریم، میان برنامه تقدیم شما میشه و بعد از او ادامه صحبتها را با شما خواهیم داشت. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی، تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم، تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. بله، مدیریت زمان و برنامه ریزی.
چقدر جالب و زیبا است که ما در زندگی خود در غفلت نباشیم. اگر غافل باشیم و در غفلت باشیم، زمانها از دست ما میره. زمانی که چقدر ارزشمند هست برای ما و شما. هر لحظه و هر زمانی که بگذره دیگه به دست ما نمیاد. پس بیایم در غفلت نباشیم و هر لحظه و از هر زمان خود ما به بهترین نحو استفاده کنیم و نمانیم که این زمان ها هدر بره. خب در ادامه صحبت ها هستیم همراه با خواهر خوما خانم سجادی. خانم سجادی گفتیم بعد از میان برنامه میایم و مبحث ای که چگونه باید ما زمان خود ما را برنامه ریزی داشته باشیم صحبت میکنیم، مدیریت کنیم، زمان خود مدیریت کنیم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم به شما و دیگر عزیزان. خب ما قبل از میان برنامه درباره اهمیت و ضرورت زمان و وقت صحبت کردیم. اینکه در جامعه اطراف ما میبینیم که وقت چطور میگذرد و ما از کودکی به کهنسالی میرسیم. اینکه در آیات و روایات درباره ارزش وقت چقدر صحبت شده. بله. خب حال ما فهمیدیم که وقت و عمر ما ارزشمند هستش. حالا چه ضرورت داره که من برنامه ریزی کنم برایش؟ چه ضرورت داره که من مدیریتش کنم؟ عمر ما که داره میگذرد. من یک تمثیل میزنم بر شما. اینکه کسی اگر کمان را داخل یک تیر و کمان اگر باشه، اگر تیر داخل کمان بکنه و ندونه که او رو به کجا به کدام سو پرتاب کنه، بله. آیا نشانه خوبی ما میتونیم بگیم نشانه‌گیری خوبی داشت؟ نه، مگر یک نقطه هدفی داشته باشه. ما هم در زندگی اگر وقتمون همه جور تیر شود، شاید به ارزش‌های بالا، شاید به اهداف بالایی که خداوند برای خلقت ما خلق کرده نرسیم و عمر ما همینطور تیر شود. پس ضرورت پیدا میکنه که ما مدیریت داشته باشیم. بله. وقتمون. خب پس یکی از علتهای مدیریت زمان برای ما همینه که دنیا کوتاه هستش. بله. دنیا بسیار کوتاه هستش. اینکه یک همه آدمی شما نگاه کنید در طول شبانه روز، من نمیخوام که مثلا آیات ناامیدی یا اینکه اظهار یأس و ناامیدی داشته باشیم، ولی یک واقعیتی است. در هفته چند نفر میبینیم که داره فانی رو ودا میکنن؟ بله. چند نفر اصلا تولد پیدا میکنن؟ خب ببینید زندگی فاصله همین تولد تا مرگ هستش. خب وقتی که ایرمو توجه داشته باشیم متوجه میشیم پس برای تولد تا مرگ ما یک رسالت و یک وظیفه داریم. بله. و این دنیا که میدونیم کوتاه هست، از تولد تا مرگ بسیار سریع میگذره. من هم خودم یک نمونه جالبش، بعضی وقتا بعضی از مثلا الماری رو باز میکنم میبینیم که این مال 10 سال پیش بوده. یاد خاطرات و ایامی. بله. احساس میکردم که مثلا شاید مال 2-3 سال پیش بوده. بله. یا نگاه میکنم کتابچه هایی که مال زمان شاید دوران مکتبت بوده. دوران مکتب بوده. این گذر عمر است، یعنی که میبینیم چقدر به سرعت گذشته ای عمر و ما غافل بودیم و نفهمیدیم. بله دقیقاً. میبینید چقدر سریع میگذره. یا یک عکس خود که آدم میبینه، عکس خود میبینه میبینه چه تغییرات کرده. بله بله. پس یکی از ضرورت هاش علاوه بر اینکه دنیا کوتاه هست، دنیا سریع در حال گذر هستش. یعنی در روایات هم حضرت علی علیه السلام میفرماید قدر الانتون که تو دنیا هستید بدانید. الان که گوشتان میشنود، چشمتان میبیند، راه میروید، سخن میگویید، یک وقتی میشه که میگه خدای من برگردم به دنیا فقط بگم یک لا اله الا الله. بله. پس ببینید چقدر بعدن دچار حسرت ممکنه بشیم که کاش من لحظاتم رو یک نحو عالی که مورد رضای خدا هم باشه استفاده میکردم، کمک میکردم به خلق خدا، کمک میکردم به والدینم، احترام میذاشتم به والدینم. بله. من یک سنت نیکی رو، یک راه و روش نیکی رو از خودم به جای میگذاشتم که دستگیر من در اون دنیا هم میشه. مخصوصا که ما مسلمان هستیم، مخصوصا که ما اعتقادات داریم. بله. میدانیم که همه اعمال ما
تنها پروندهشون در این دنیا نیست، بلکه پرونده اعمال ما در او عالم هم دستگیر ما میشونده. اگر کار نیکی میکنیم، اگر قرآنی به جای میمانیم، اگر وقتمان را صرف یادگیری یک مطلب مهم میکردیم، اگر که حرفی را به کسی آموختیم، معلمان ما و حتی مادران ما اگر فرزندان خوبی تربیت کردند، پدران ما فرزندان خوبی تربیت کردند، اینها فردا روزی دستگیرشان خواهد شد. بله. یکی از ضرورت‌هایی که مدیریت زمان داشته باشیم ما این که ما بی هدف خلق نشدیم. درست. اگر یک کمی ما فکر کنیم می‌بینیم که خب اگر ما در دنیا آمدیم، اگر خداوند ما رو به دنیا آورده است، خب پس ما بیهوده که آفریده نشدیم. بله بله. برای یک کاری آفریده شدیم. حالا چه کاری؟ خیلی خوبه که ما از این قدرت فکرمان استفاده کنیم. گاهی وقت فکر کنیم که خدایا آمدن من بهره چی بود؟ چی بود؟ این که در شعر میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به دست آوری و به غفلت نخوری. نانی به کفاری و به غفلت بله. نخوری. یعنی اینکه تمام این مخلوقات اگر آفریده شدن به خاطر اینکه تو غافل نباشی. بله. تو در این دنیا استفاده کنی از تمام این مخلوقات در راه رضای خدا، در راه رشد و تعالی تو که بندگی خدا هستش. دقیقاً. خانم سجادی چون فرصت کم است بیایم معرفی کتاب داشته باشیم. بس. ادامه صحبت ها را در هفته آینده انشالله. انشالله در خدمت شما دیدم کتاب بسیار مفید آوردین. انشالله. واقعا حیف دانستم که این کتاب شما معرفی نکنین برای انشالله. من بیننده‌های ما. بر بینندگان عزیز ما معرفی کتاب انشاءالله گفتم امروز داشته باشیم. یک کتابی که من خودم هم از این استفاده کردم در قسمت ای که پشت هم انداختن کارها میخواستم درباره جلسه صحبت بکنیم. بله. یک قسمت از مبحث ما بود و خود من هم از این کتاب استفاده کردم. درست. مدیریت زمان از دیدگاه آیات، روایات و اندیشمندان غرب. خیلی جالب، نگاه جامع و کاملی هستش. بله. مثلا از نگاه آیات اومده بررسی کرده که زمان چه جایگاهی داره. بله. از نگاه روایات بررسی کرده. درست. از نگاه دانشمندان غربی هم حتی اگر بخوایم نگاه کنیم بگیم که فقط ما مسلمان هستیم و این زمان انقدر ارزشمندی نگاه ارزشمند داریم، نه، میبینیم که در نگاه اندیشمندان غرب هم بسیار تاکید شده که چطور استفاده کنید. بسیار عالی. فهرستش چه چیزایی هست اگر بتونیم به صورت کامل؟ بله. حالا که کامل هم که نمیشه، وقت کم است، ولی خب مختصر بیشتر صحبت کنیم و بگوییم که به هر حال چه فهرست هایی داره، چه قسمت هایی از کتاب ارزشمندتر هست. بله. ببینید از چند تا فصل تشکیل شده کتاب. حالا قسمت اولش که تعریف مدیریت بود و فصل دومش درباره مدیریت زمان، اینکه که چه چیزهایی در مدیریت زمان مهم هستش، اینکه هدفمند باشه انسان، اینکه اولویت بندی داشته باشه، تمرکز داشته باشه روی کارها و چه چیزهایی باعث میشه که ما مدیریت زمان نداشته باشیم. درست. مثلا اینکه توانایی نگفتن نداشته باشه. یک کسی کار مهم داره ولی نمیتونه به کسی بگه من کار مهم دارم. یعنی که ببین مثلا ما یک عده انسان ها هستن که مثلا میخواین که زمان مدیریت کنن ولی توانایی اون را ندارن. بله. ولی بعضی ها هستن که اتا فکرش نیستن. بله. یک سری مسائل هستش که درست. توانایی هایی میخواهد که ما مدیریت کنیم، مثل توانایی که اولویت بندی کنیم کار. بله بله. اینه تکنیک هایی بود که من انشالله این جلسه میخواستم بگیم. حالا جلسه آینده هم فرصت باقی بله باشه میگیم. این کتاب علاوه بر عواملی که کمک میکنه ما توانایی هامون زیاد کنیم یا اون توانایی هایی رو که نداریم، ناتوان هستیم، قدرت جرأتمندی نداریم، اونها رو هم میاد میگه و از نگاه آیات و روایات هم بررسی کرده که در طول سال در نگاه ما مسلمانان اسلام چه ایام و روزها و ماهایی برای ما ارزشمند هست. من در زیل برنامه گفتم که یکی از نمونه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان رو اومد سفارش بله بله. کرد. در مناجات شعبانی شعبان رو ببینید چقدر این که بله. چقدر ماه عظیم و شانیه و دیگر ماها و دیگر روزهای سال رو هم در این کتاب ذکر کرده. انشالله که بینندگان عزیز ما
اگر توانستن کتاب تهیه کنند خیلی عالی، اگرم که در دسترسشان نبود خب از سلسله مباحث ما میتونن در برنامه استفاده کنن. من کوششم بر این است که کتاب هایی که در ترجیحات کتاب های دیگه است از اونها استفاده کنیم در برنامه. و یک قسمتی از برنامه ما هم خلاصه ای از این کتاب هست، علاوه بر این که کتاب های دیگه هم در برنامه ما بسیار عالی شدن. زنده باشین، تشکر هم از کتاب بسیار خوب و مفیدی که آورده بودین و همین که به هر حال استفاده بردیم و ارزش زمان امروز ما پی بردیم و انشالله که ما چگونه بتانیم مدیریت کنیم در هفته های آینده حتما از حضور شما استفاده خواهیم برد. تشکر خانم سجادی عزیز و شما بیننده های محترمی که تا این لحظه همراه ما بودین، روزهای آینده هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشین. از حضور شما خداحافظی میکنیم و همچنین لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل هم هست. آرزو میکنیم که از این لحظات بهترین استفاده را ببرین. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق الله.